سلام، من فریور حمزه‌ای هستم و این نهمین قسمت از فریشوه. ببخشید که من این شکلیم، چون اولین بار دمای منفی 15 درجه رو دارم تجربه میکنم و فوق العاده سرده و به شدت هم سرما خوردم. پیشاپیش عذر میخوام. عنوان برنامه امروز طبق روال برنامه قبل که تاریخ واقعی بود و تو بحث اولش به این نتیجه رسیدیم که خیلی کاری به دیگران نداشته باشیم و بیام اول خودمون صبر کنیم، اما تو این برنامه چند تا موضوع مهم هست. یکی نقش دولت تو این تاریخ واقعی، یکی نقش منتقده تو این تاریخ واقعی و ما با اونها بعداً میپردازیم. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که هنرمندها در قبال همدیگه چه نقشی دارند. اکثر هنرمندهایی که من میبینم نسبت به هم گارد دارن، یعنی به شدت از هم فاصله میگیرن، به شدت همدیگر رو گاهن قبول ندارن و حتی بر علیه هم اقدام میکنن. یعنی اصلا هیچ احدی رو قبول نداره، یعنی حتی مثلا اسم بزرگای تاریخ هنر هم که میری اصلا اونایی که تو ردیف اول که قبول ندارن، بعد هم دوره‌یاش رو قبول نداره، استادای خودش رو قبول نداره، بعدی‌ها رو قبول نداره، جوان‌ترا رو قبول نداره. ولی وقتی تو یه زمانی میشه که میخوای یه چیزی رو توضیح بدی، باید به زور از تو دهن اینا حرف کشید بیرون. یعنی اصلا خیلی از تاریخ واقعیه هنر ایران به واسطه همین گاردا، به واسطه همین حرف نزدنا از بین رفته. مثلا میگیم خب بگو، نه نمیگم. چرا نمیگه؟ خب نه. بعد مثلا میمیره، خب مردی دیگه، حالا دیگه حالا دیگه که نمیتونی بگی که قربونت برم، تا هستی لطف کن بگو و تعارف نکن. اونایی که سنشون خیلی بالاست. بعد موضوع دوم اینه که یه کرختی خاصی وجود داره. این کرختی ببینید پدر تاریخ هنر ایران رو داره در میاره به شدت. آقا نه نمایشگاه هم میرن، نه به هم سر میزنن، نه به هم زنگ میزنن، نه از هم میپرسن. خب نتیجهش میشه که اصلا اولین کسی که ضرر میکنه خود تویی. تو خب آدمای کمتری میشناسی. هر آدم، هر آرتیست خودش یه دریچه است به دنیای دیگه. ما ممکنه اون دنیا رو دوست نداشته باشیم، ما ممکنه از اون دنیا متنفر باشیم، یا ممکنه تو دنیای اون چیزای خیلی بدی رو ببینیم، ولی خب ما از اون بدیا میتونیم چیز خوب یاد بگیریم، یا اینکه بدونیم که چقدر ما از این بدمون این کار نکنیم، و یا برعکسش ممکنه یه لذت مدام پیدا کنیم، یه لذتی که میدونیم این باز کار میکنه و از این دست کارا میبینیم. همتون اینو تجربه کردید. حالا این قضیه سر یه دوراهی قرار میگیریم، کل بحث ما از اینجا شروع میشه. یه دو هنرمند میان میگن، مثلا زنگ میزنه بهت یهویی 12:30 شب یک شب که فلانی به نظر من تو داری این کارو میکنی حتی دیر وقت و این کار اشتباهه، این کارو نکن، من نظرمو گفتم بهت. دست اینا رو باید بوسید، چون پی اینو داره به تنش میموره که اون طرف ممکنه جواب بده به تو چه. یه دم نه میگن که ما بیان از ما بپرسن، این خوباشون اینطوری هن، اگه سوال بپرسین من میگم. خب بعد اینجوری شده، خب اون نمیپرسه، اینم نمیگه، خب هیچی به هیچی، و یه لبخندی هم به هم میزنن و میرن. با هر کدومشون هم صحبت میکنی دولت رو محکوم میکنن. حالا راجع به نقش دولت گفتیم صحبت میکنیم، ولی من فکر میکنم بیشتر از دولت خود ماها محکومیم. اصلا کاری به اون ندارم، خود ما با همدیگه خوب نیستیم، خود ما حرف همدیگه رو نمیفهمیم، خود ما از ارتباط با همدیگه سر باز میزنیم. بعد این کرختی یه بحث دیگه یا ایجاد میکنه که ما اصلا نسبت به فضای اطرافمون هم کرختیم. یعنی اصلا باشه نباشه، همون به درکه که گفتم. من اینجا میخوام تشکر کنم از بابک اطمینانی، به خاطر اینکه یه کاری چاپ کرد تو مجله تندیس، یه سری قورباغه بودن که اینا رنگ شده بودن، بعد بالاش نوشته بود مجموعه بلبل فرنگی، بالاش هم نوشته بود هنر نزد ایرانیان است و بس. قضیهش از این قراره که این زبان مسئله است که قورباغه رو رنگ میکنن جای بلبل فرنگی میفروشن، اشاره به کسایی که دارن فساد و
تو هنر ایران زیاد میکنن و در اصل دارن قورباغه رنگ میکنن جای بلبل فرنگی میفرن. کلمه فرنگیش خیلی جالبه، چون ما همه منتظریم که یک چیزی فرنگی ها بگن و ما بگیم که او مثلا آره یارو مثلا بهترین آرتیستی که من میشناسم و تو تهران کار میفروشه مثلا 300 هزار تومان، هنوز به زور مثلا مثل که نمایشگاه آخرش گذاشته 1 میلیون تومان. بعد یه کسی که نمیشناسیم یهوی با یه رقم نجومی چون فلان گالری اینو یا فلان آکشن معرفی کرده یهوی اون میشه مثلا سورس شناسایی هنر ایران. این خیلی خوب گفته. بعد اصلا راجع به این آگهی که این آقای بابک تونانی عزیز چاپ کرده میشه نشست ساعتها حرف زد، میشه صفحات زیادی رو نقد نوشت. بعد این رفته یه پولی هم داده اینو چاپ کنه. تو پرانتز بگم همه کسایی که این آگهی بابک اطمینانی رو تو نشریه تندیس دارن نگه دارن، چون این رسماً یک اثر هنری گرانبهاست. برید از بابک اطمینانی بپرسید که آقا چند نفر به تو زنگ زدن ببینن قضیه این چیه. یه هنرمندی از من پرسید که سنش هم زیاده و بابک اطمینانی هم دوسته، تمام بحث ما همین یه تیکه است. به من پرسید که بابک داره قورباغه میفروشه، خب چرا زنگ نمیزنی بهش؟ چرا اصلا هیچ کی باهاش صحبت نمیکنه؟ همه چی میدونن. بعد به اینجاش که میرسه همه شروع میکنن مردمو مسخره کردن که مردم آره هیچ کی هیچی نمیدونه، همه به کوب دارن حرف میزنن، آره این ایراد تو جامعه ما وجود داره. شما چرا نمیپرسین؟ شما که قشر فرهیخته ما این، شما چرا نمیپرسین؟ میگه رفیقته، چرا زنگ نمیزنی بهش؟ چرا افتتون میاد؟ ولی فاجعه میدونی زمانی که شکل میگیره، مثلا ما تو تهران شاید مثلا 100 هزار نفر داشته باشیم درگیرن، یعنی خودشون کارشون هنره، یه نقاش و مجسمه ساز و عکاس و فیلم بردار و فیلم ساز و تدوینگر و فلان و فلان و فلان و فلان. با هر کدومشون تک تک صحبت کنی میبینی که ما حمایت نشدیم، ما تایید نشدیم، کسی ما رو نفهمید، سنگ جلوی پامون گذاشتن اینطوری اونطوری. ولی قبل از اونا ما خودمون از خودمون حمایت نکردیم. الان 5-6 هزار تا حداقل 5-6 هزار تا نقاش دارن تو تهران زندگی میکنن. بعد با هر کدومشون صحبت میکنی نمایشگاه من هیچ کی نیومد. خود تو نمیری اولین نفر. چند تا نمایشگاه در سال میرین؟ یا رفیق شیشا رو میرن و یا چهار تا استاد بزرگا رو که مثلا یه سری بزنن، یا مثلا میره با اون گالریه کار داره. چند تا نمایشگاه رفتین آدمایی که نشناختین؟ همینجوری بریم ببینین چه خبره، یا داره چی کار میکنه. خب بده، از بدیش یاد بگیر، بده از خوبیش هم یاد بگیر، یه چیز جدید اومده، حداقل مثلا شبیه کسی نمیشی. مثلا یک عباس پهلوانی بود که مجله فردوسی رو چاپ میکرد، مجله بود که روشنفکرا میخوندنش. من مثلا بهشون زنگ زدم گفتم این جمعه آخری که نمایشگاه من میشد، روز آخر نمایشگاه، گفتم من یه تابلو فروختم به 2000 تومان، خیلی پول بود اون زمان، و چلو کباب کوبیده 2 تومان بود در بازار. و من گفتم چون من این پول رو نمیخوام از نقاشی خرج خودم بکنم، برای روز آخر برای کسانی که بیان نمایشگاه من چلو کباب میدم برای نهار. و گفتم مثلا میتونست 1000 پرس چلو کباب باشه، گفتم 1000 نفر بیان تماشا کنن نمایشگاه من. بعد خلاصه روز جمعه همه یه دی اومدن، تعداد زیادی اومدن. بعد ساعت 1 شد، 1:30 شد، بالاخره به زبون من صدا درشون در اومد. گفتم پس چی شد؟ شما گفتم اگه نشنیدید که اون حاج آقا تابلوی من پس داد و اینا نخرید. بعد فهمیدن کلک زده بودم که اینا بیان نمایشگاه منو ببینن. کل برنامه امروز همین یه جمله است: اگر ما دانسته هامون رو با دیگران به اشتراک بذاریم، به دور از کج خلقی و یک مقدار جسارت بیشتر به خرج بدیم و بیایم نظرهامون رو هم با دیگران به اشتراک بگذاریم، نشون میده که یا ما داریم تو فکرمون اشتباه میکنیم یا اونها. بالاخره یه روزی این بحث به یه نتیجه میرسه. هنرمند اول اسمش هست پویه پیمان. این خانم پویه پیمان، من یه مجموعه مجسمه میخوام ازش معرفی کنم، شاید بعدها کارهای دیگه ای رو ازش دیدیم.
تو این مجموعه مجسمه که شامل حال یک سری دایره است، دایره های سنگی، و دقت هم داشته باشید که این یک خانومه و با حجم و سنگ وزنای بالا، که لای این یه سری مثل اینکه یه سطر آب روی جا میپاشن، یا این تصویرهای اسلو موشن دیدین مثلا یه آبی به جا پاشیدن از هم باز میشه. بعد این که اصلا چجوری به تکنیکی به این خوبی دست پیدا کرده و این که اصلا قضیه چیه، چیزی که خیلی عجیب بود فهمیدم که اصلا قضیه خیلی علمی تر از این حرف هاست و این اصلا دغدغش نانو آرتیستا بودن و اصلا که چرا اینا این کارا دارن میکنن و انگاری که این دایره هایی که داریم میبینیم این دایره های میکروسکوپ هن که ما داریم به جزئی ترین قسمت جهان رو نگاه میکنیم. یعنی خیلی منو یاد دیدی که یاری استوانی انداخت میندازه و اینکه در عین اینکه جزئی ترین چیزهای جهانن، انگار که یک انقلاب بزرگی، انگار که مثلا خود بیگ بنگن. کارای پویه پیمان آثار هنری فوق‌العاده‌ای هستن و من واقعا از دیدنشون لذت بردم. وقتی فهمیدم که کارگاه این آدم بیشتر شبیه آزمایشگاه است تا یک کارگاه، خیلی خیلی احساس خوشبختی کردم که ما یه همچین آرتیستی داریم. اسم هنرمند بعدی هست مهتاب شمس. خانم مهتاب شمس عروسک درست میکنه. یه مجموعه از خانم شمس دیدم که هیچ چیز تو این چند وقت اخیر قد این مجموعه رو مغز من راه نرفته بود و اون یه سری مجسمه ساده از خونه است، مجسمه خیلی کوچولو هنو، ولی موضوعش این بود که اینا آویز بودن. کلن من از کارهایی که یه مجموعه است و اسمش یه کلیده برای اینکه تو ذهن تو یوی باز بشه، انگار که زامن نارنجک رو میکشن، اسمش اینطوریه: وقتی از خانه دوری خود خانه میشوی. تمام دلتنگی های کسایی که دور از وطنشون هستن، تمام دلتنگی ها و حرص کسانی که نمیتونن محیطی که توی زندگی میکردن رو دوباره تجربه کنن، تمام ناراحتی های آدم های بی وطن، تمام غم‌های آدم‌های دور از سرزمینشون تو کارهای خانم شمس هست. پیمان دوام یه سری پورتره میکشه. چیزی که خیلی مهمه راجع به پیمان دوام اینه که خیلی موسیقی براش مهمه. این آدمایی که میکشه انگار که اون قسمتی که دهانه و اصلا جایی که صدا ایجاد میشه یا بینی و ایناشون نیست اصلا تو صورت. و من خیلی راجع به کاراش فکر کردم و اینها، ولی یه جمله به ذهنم رسید که صدا از یک فرکانسی که بالاتر میره دیگه انسان اون صدا رو نمیتونه بشنوه، و اگه انسانی فریادی بتونه بزنه که از اون فرکانس بالاتر باشه، یک سری فریادهای سکوت بقیه میشنوه.
خیلی ممنون که ما را تحمل کردین. در آخر یه جمله میخواستم عرض کنم خدمتون و اون اینه که نمیدونم چرا ولی به شدت چند وقته احساس میکنم اگر اتفاق بزرگی در ایران بیفته به واسطه زنها اتفاق میفته. تا برنامه بعد، من فریور حمزه‌ای از فریشو، خدا نگهدار.